زمان اینه که بریم سر وقت گراولی، کسی که میتونه آخرین راه چاره ما باشه، برای اینه که اون شخصی که دنبالشون رو پیدا کنیم، ازش انتقام بگیریم. هدف اصلیمون توی جی تی آی وی. می اومدم گراولیو ببینم از طریق یک دوست مشترک با ایشون آشنا شدم. این دیگه از پدران مافیای ایتالیاست، در واقع پدران مافیای ایتالیایی در آمریکاست، اینطور بهتر بگیم. رفیق پگورینو قراره که ما یه سری کار براش انجام بدیم، اونم در ازاش هم پول میده، احتمالاً هم کمک میکنه که مرتیکه رو پیدا کنیم. کاتسینش خیلی طولانیه، قرار خیلی هم زر بزنه ماشالله، علارغم این که روزای آخرشه و مغزش کار نمیکنه، سالی یک کلمه حرف میتونه بزنه، اما تمایل زیادی داره به حرف زدن. تو چرت میگه الان. یه این همه خودم رو جر دادم، آخر عمری نمیخوام با خفت و خالی بمیرم. راجب میراثم خیلی برام مهمه، دوست دارم که میراث خوبی از من به جا بمونه. نیکو میگه چیه، نگران چه میراثی هستی؟ این که داری گن میزنی به شهر، بعد تو اپ بین بردی کس نباشه گن بزنه توی وضعیت آرامش شهر از این ناراحتی. میگه من این کار نکنم یکی دیگه این کار انجام میده. خب بذار خودم انجام بدم دیگه این کسافت کاری ها رو. میگیم روسا دارن این غلط هایی میکنن که من خوشم نمیاد. یه رفیقی داره این پیرمرده که قراره فعالیت های سیاسی انجام بده و این مافیای روسا سرشو بکنه زیر آب. قاعدتا روسا هم خوششون نمیاد دیگه، قراره اینو بزنن بکشن. این بابا رو قراره بزنن بکشن روسا، چون حال نمی کنن باهاش، قراره بیاد ضد اینا فعالیت کنه. نیکو الان وظیفش اینه که بره از اون بابا مراقبت کنه که اتفاقی براش نیفته، تا در ازاش اون کسی که نیکو دنبالشه رو براش پیدا کنن. دیمیتری هم پاش این وسط گیره. چقدر لفتش دادی، همینا رو میتونستی در عرض 30 ثانیه یه کاتسین جمع و جور درست کنید. همین با تاکسی هم میتونید برید اونجا. من دویدم جلوی این تاکسی مثل اسب، میشه با تاکسی میرید از مراقبت کنید از یارو، ولی اینجا گند زدم چون افو یادم رفت نگردارم درس، به جای اینکه سوار تاکسیش هم یارو منو بره برسونه زدم پیادش کردم، پرتش کردم بیرون. آره و یعنی میتونید با خود تاکسی هم سوار شید برید همونجا پیاده شید، و چون ماشین و اینا هم در اختیارتون هست، نیاز نیست ماشین داشته باشین. یارو اومده از یه جای دیگه اینجا سخنرانی های انجام بده، مثل اینکه تو کارهای سیاسی و رفیق مافیا هم هست. کلا مافیا با سیاست همینه، همه جای دنیا در تماسن، چیزایی هم که
هوای همدیگر رو دارن، هیچ وقت همدیگه جدا نیستن تا هر جای دنیا که بخواد باشه. قاعدتا بدون درگیری نیست الان مأموریتی توی جی تی آی آی وی دیگه، این اواخر قطعا درگیری پیش خواهد آمد، قطعا اسلحه داشته باشید و آرمور که کارتون گیر نکنه، چون احتمال اینکه اچ پی دست بدین توی این مأموریت خیلی، هیچ وقت با جون کم یا شاید تا متوسط هم مأموریت رو شروع نکنید. خب رسیدیم به این تشکیلات این دوستان، باید برید صحبت کنید باشون و You guys waiting for me? Nico Bellic, right? Yeah, that's me. Stay in convoy with us all the way to City Hall. All right? Sure. ماشین وسطی شمایید که یارو میاد میشه تو ماشین شما. اینجا دیگه بعدیش اینه که یکم معطل میشید، باید این ماشین تمام قوانین رو رعایت کنه. داشتمون قراره برید اینجا سخنرانی کنه. I'm going to bring up everything we discussed. When I'm done at the podium, Mayor Ochoa is going to be dedicating half his annual budget to cleaning this problem up. میگه که وقتی که من سخنرانیمو تموم کنم به احتمال زیاد نظر شهردار رو جلب میکنم که کلی بودجه اختصاص بده که ضد فعالیتی که دوستان روسیمون دارن انجام میدن در نیویورک. نمیدونم جان کیه که داره این یارو باش صحبت میکنه، اما مثل اینکه هول خیلی. برای چی اینجا رو بستن؟ مشکلیه؟ اینجا دیگه خفتتون کردن دیگه، معلومه. چه خبرتونه؟ بستین اینجا رو. مثل همیشه بقیه بادیگارد هم همشون پشمن، شما موندید و این یارو. سر فرصت باید همه رو بکشید. چند نفری از بالا هستن، این خیالتون از این ور راحت باشه، چون از این ور احتمال اینکه اتفاق بیفته وجود نداره. اینا رو که بزنید چند نفر بالا هستن؟ یکی اینه، دو نفر این بغل هن اگه اشتباه نکنم. یه چند نفر دیگه اضافه میشن. تمام تمام. البته تا اینجا تمام تمام. دیگه شهردار خودمونی شد، من نشست بغل دست من. اما ولکنش نیستن. چند تا ماشین میان مثل سگ دمیج کم میکنن ازتون. من همیشه وای میستم همینجا کارو تموم میکنم. آره دیگه حرفی سخنی واسه گفتن باقی نمیمونه، دیگه تمام شد، دیگه درگیری نخواهید داشت، فقط باید اینو برید پیاده کنید. Yeah, sure. You are as clean as
the driven snow. I'll explain that important cultural difference to one of these Russian gangsters if I... خب دیگه زر زدن بس، قرار بود دوباره زر بزنن دیگه، من رسیدم زودتر تمام شد زر زدنشون. این از اولین مأموریتمون برای جناب آقای گراولی. ده کاری با پکی، جری، فیل، جیکوب اینا نداریم، یه آخر بازیه، آخر های بازیه. سه تا مأموریت داره گراولی. یه سری اسلحه مسلحه و اینا هم خریدم. مأموریت دوم گراولی، بازم این کاتسین و این مرده که شد مغز. خب دارکو بریویچ، کسی که ما دنبالشیم، تو بخارست بوده، تو رومانی. بخارست تو رومانی بود فکر کنم. پیداش کردن یارو. همه اطلاعاتو نمیده ناکس، میگه یارو پیدا کردیم، حالا تو برو یه کار دیگه هم برامون انجام بده، عشان میخوان استفاده کنن ازمون. همه میدونن لنگیم. این همه درس های زندگیه، پس فردا برید یه جایی یه چیزی بخواین بخرین، به یه چیزی نیاز داشته باشین، بدونن لنگین قشنگ دهنتون رو سرویس میکنن. فکر نکنید توی بازی فقط اینطوریه. این بابای کره‌ای رو باید برید پیدا کنید، دهنش رو سرویس کنید. خوبی با پدر جان، زنده ای؟ خون میرسه؟ چی داشتم میگفتم؟ الان جای اون کره‌ای رو گفت یه جایی هست، پاتوقش میره اونجا غذا میخوره و امروز هم احتمالاً اونجاست. نیکو گفت بسته دیگه پدر جان، فشار نیار، الان دو کلمه دیگه حرف بزنی دیگه میمیری دیگه، یه دو تا سلول تو مغزت مونده، اون دو تا رو هم بذار کار کنن، قلب و ریه‌ت از کار نیفته دیگه. من خودم از اینجا بعدش رو به عهده میگیرم. با تاکسی خیلی شیک و مجلسی میریم اونجا. رستوران کره‌ای، اسلحه مسلحه، تیر، فول، همه چی آماده. اینجاست. بسم الله. آقای الله، کیم کجاست؟ میگه بالا داره با مدیر صحبت میکنه، نمیخوادم کسی رو ببینه. میگه گم شو. کیم کلی پول مول و اینجور چیزا داره، دوستی هم نداره که تو میگی من دوستشم. این ور که نیست، این ور بسته است، خبری نیست اینجا. از این ور وارد چید، میتونید همینو با تیر بزنید بعد برید تو، چون اینجا برید دیگه بالاخره با تیر میزننتون. و اینجا هم برگردید یارو اسلحه داره، پشمک. حالا دونه دونه با نهایت صبر و شکیبایی مافیای کره ای رم یه سایشی انجام بدید. کلا همه جور مافیای ما دیدیم تو این بازی تو آمریکا، از کره ای و مافیای بلغار و روس و
ایتالیا و همه چی هستن، چین و اینجا دیگه. اشپیم از وسط هم اومد پایین تر، دیگه شرط جالبی نداشت دیگه، یکم محافظه کارانه تر به کار ادامه دادم. خب دفتر مدیر میگن که اینجاست، یه شیلدم هست. کیم کجاست؟ میگه دید که اومدی از در پشتی آشپزخونه در رفت. بیرون که بیاد دوباره یه سری آدم اسپان میشن، حواستون باشه، نازل میشن از آسمون. جکی چانی چیزی نگید این وسط ها. یه هلت پیکاپ هم هست اینجا، متاسفانه نتونستم بزنمش. همیشه این موتور و این ماشین اینجا هستش، اون سوار ماشین میشه. شما هم میتونید 30 ثانیه بپرید سوار موتور چین. SMG هم که دارین و علا برکت الله. تمام، تمام شد. این بودش مأموریت بعدی گراولی جون. گراولی بابا دومین مأموریت گراولی هم انجام دادیم. سومین مأموریت گراولی، مأموریت گراولی دیگه چسبوندم به هم، همه رو یه جا انجام بدیم دیگه. در صورتی که نمیدونی که چپ نشسته همون کسیه که خیلی وقت پیش باش آشنا شدیم و تو دولت و روزنامه UL پیپر بود. در واقع این دوست مشترک ماست و این پیرمرد، علاوه بر جیمی پگورینی که اونم دوست مشترکمونه، اینم هست و در اصل این ما رو معرفی کرد. به مشکل خورده ایشون هم با خانواده انسلاتی ها. سر کوکائین distribution network is a fleet of vans parked at a grocery warehouse in Alderney City. The product is packed into the frames of the vans, ready to be moved all over the country. Destroy everything. میگه این انسلاتی ها دارن کوکائین رو دیگه خیلی جدی دنبال میکنن. میگه ما خودمون با کوکائین خیلی مشکل نداریم تو دولت، سر گنگستر رو گرم میکنه یه پولی در میارن و اینا، ما هم از اولش یه پولی در میاریم، ولی دیگه خیلی پاشون و گلیمشون درازتر کردن. برو هر چی کوک و ایناست اینا رو همه رو چپوندن توی یه سری ون، این ونا رو بفرست هوا دیگه، با کاری باید نداریم. اون دارکو براویچ هم که دنبالش بودی خودتو جر دادی پیدا کردیم برات، این هم دیگه انجام بدی حله. این داداشمون هم که مثل گاو اومد زد دوما، بشین تو ماشین دیگه، من هم سوار تاکسیشم اسکول. با تاکسی هم میتونید برید اونجا، خیلی گنگستر تور مثلا کلاش و آر پی جی و همینا رو میذارید کولتون، میرید صحنه جرم به سوج ترین شکل ممکن. چه تاکسی هم هست که دو تا خیابون اونورتر پارک میکنه از لوکیشن، من نمیفهمم. نزدیک که میشید یه کاتسین نشونتون میده اینجا، این داداشامونن و اسلحه دارن و لیفتراگو با کلاش از بالا محافظت میکنن. چه حرکتی زد با یارو با این چیزه جعبه ها، اگه نهیدید 5 ثانیه دیگه بزنید عقب، خیلی صحنه جالبی شد.
حال حوصله ندارم خودم ادیت کنم، خودتون بزنید نقب ببینید. ایشون هم که تو نقشش خیلی جدی گرفته قضیه رو، با اسنایپ وایساده بالا. ما این چیزا رو کار نداریم، با هر چی میخوای وایساده باشون بالا. از همینجا میتونید بپرید برید تو. هدف اصلی کشتن آدم ها نیست، فقط نابود کردن اون ون ها کافیه. حالا اینو زنده هم میخوام باشن باشن دیگه، کوکائیناشون که نابود شده باشه ما به هدفمون رسیدیم. دوربین رو در میارید اینجا، یه چند نفر رو بزنید، میتونید یکم خلوت کنید. من بیشتر از اون کسی که اون بالا هن با کلاش و دوربین دار میترسن، با سنایپر. بقیه شون حرف خاصی برای زدن ندارن. چه تو جا خالی داد یه لحظه. اینجا هم چک کردم که کسی نباشه یه وقت. این ون اوله تو گاراژ، اینم ون دوم. اگه خیلی لفتش بدین ون ما رو میان ور دارن، حواستون باید به این قضیه باشه. اینم من زدم، آتیش داره از کاپوتش میاد بیرون ولی نمیترکه، نمیدونم برای چی، باگه یا نه. بعدا سر فرصت میتره کنم اینجا رو یکم خلوت کنم. چی میگی اون بالا؟ اینم واسه اون بالا داره گزارش میکنه. واقعا اینا برای چی نمیتره که نمیدونم، ولی آرپیجی خریده بودم دیگه، پولم توی این بازی کاربردی که نداره. بزن اینا رو بزنیم بتر کنیم. یه دونه ونو الان ورداشتن اینا که جیمشن. تمام شد در واقع کارمون هم تمام شد با گراولی، چون خیلی پر بازی در بودن زیر زدم من واسم اینا رو هم بکشم. همین مأموریت بعدی خیلی مأموریت مهمیه و امیدوارم که از این اپیزودم لذت برده باشین. اپیزود بعدم حتما ببینید. حرف دیگه نمیمونه، امیدوارم که ویدیو بعدی ببینمتون و خداحافظ.